آی دختران گلزاری، آی گلهای شالی زاری، برنج دونه برنج دونه دونه، آی دلبران نازنین، شار و شادون بکاری که میزنه جر کار میکنن هر گوش مردم و زن، با دستای حنایی، با موهای طلایی، با دستای حنایی، با موهای طلایی. چه خوش باشه میون شالی زاران درو کردن جمع گذاران، جان یار قسم بر این برنج، قسم بر این برنج دونه دونه، که دل از عشق دل دارم میخونه، که دل از عشق دل دارم میخونه. این خانم خوشگله کیه؟ پسر را بیا ببینه حال شما چی داره؟ آه خوبم، مرسی. زیبا خانم شما هستی، خودت دونی. مرسی که سلام زیبا خانم، رسیدم به خیر، خوش آمدی، قدمتون رو تخم چشمم. سلام سفر خان، حالت چطوره؟ ای زیر سایه شما یه لقمه پیدا میکنیم و اشکممونو سیر میکنیم. او سیر کردن این شکم خیلی سخته. خوش روزگار خانم جون. چی کارش میشه کرد؟ باید یه جوری بگذره. آخه این بچه ها خرج داره، خب ما بعده دیگه. مثل اینکه غم و غصه بهتون ساخته. گاهی میشه، گاهی نمیشه. راستی ببینم از مراد چه خبره؟ اون چی کار میکنه؟ اما مراد اون از وقتی که رستم خان فرستادنش تهران مرد حرفه‌ای رو خونده کلی واسه خودش آدم شده. میکنه چی میکنه؟ تراکتور میرونه. کجا؟ همینجا تو همین ده رستم خان یه خونه بهش داده، زندگیش حسابی رو به راه رو به راه. من خیلی دلم میخواد ببینمش. میخواد برم صداش کنم؟ خیلی خوب، پس شما اوثار این گوشه ببخشید. نه میترسم که کار دستتون بده. بیا بذار تو صدا دم من بهتره، بیبریم تو صداش کن. بیا چی؟ زیبا دختر رستم خان قرار نبود امروز بیاد. صبح بخیر زیبا خانم. صبح بخیر سهراب خان، حال شما چطوره؟ از لطف شما بد نیست، به ما گفتن شما فردا تشریف میارید. اگه کار بدی کردم امروز اومدم، خب برمیگردم. نه خانم، اختیار داریم. خب پدرم کجاست؟ طبق معمول امروز صبح زود رفتم شکار. هنوز پدرم از شکار رفتن دست بر نداشته؟ قولی اون چمیدونای منو بردار. ماشینم بده یکی تمیز کنه. بفرمایید استراحت کنید تا پدرتون تشریف بیاره. Thank you.
چیه؟ چه خبره؟ باشو 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 جود باش دیگه الان جون بکن. چیه؟ چیز اومده زیبا خانوم اومده. خب چیکار کنم؟ آخو الان منتظری مرا نمیدونی چه خوشگل شده. ماشاءالله به زیاد که ماه شده. یه شکل شمایلی پیدا کرده که نگو و نپرس. تو هم چقدر ور میزنی. حالا اومده که اومده چیکار کنم؟ چی کار کنی؟ من تو همش نمیگفتی که اگه زیبا خانم بیاد اوضاع خوب میشه، از دست این سهراب خانه لعنتی خلاص میشی. تقصیر زیبا خانمه که هنو نرسته سراغ تو رو هم من گره. سراغ منو؟ آره، مخصوصا خودش گفت خیلی دلش میخواد تو رو ببینه. خره من اومدم عقبت که بری دیدنه. آخه هنوز از راه نرسیده، برم چی بگم؟ فردا میرم میبینم. خودش به من گفت بیام خبرت کنم. جون من بره، من که مادرت بریده، بره دیگه. آخه نمیشه، برم چی بگم؟ جون من بره، این تن کفن کردی بره، من میمیرم بریده، بره دیگه. خیلی خب باشه میرم، پس تو همون چادر رو بکش و تراکتور. خیلی خوب، چش نوکر دم هستم. الان میرم تراکتور سواری، تراکتور سواری، تراکتور سواری، تراکتور سواری. به خوری هی کمانه من دونم بیارم چیز من سواری شد. اتیم تراکتور خوبی چه اولاغ گردی. اینجا باش نشاری دیگه شب مرده. وضع ده خیلی تغییر کرده سهراب خان. دلم میخواد تا بدارم برمیگرده یه گشتی تو ده بزنم. ضمناً یه دیدنی هم از دوستان قدیمی که خیلی وقته ندیدمشون بکنم. چطوره؟ اجازه میدید بندم در خدمتتون باشم؟ خواهش میکنم. مراد سلام. سلام زیبا خانم، اسلام بخیر. متشکرم. اوه تو این چند ساله خیلی تغییر کردی. شما هم همینطور. متشکرم. اگه جایی میخواییم بریم مزاحمتون نشه؟ نه نه، اتفاقا میخواستم توی ده گردش کنم. دلم برای اینجاها خیلی تنگ شده بود. خیلی خوب، بفرمایید. سهراب خان دیگه مزاحم شما نمیشم، من با مراد میرم. بریم. خواهش میکنم. شما مزاحم من نیستیم، اما بعد از این من مزاحم شما میشم. چش قربون، این چه دیگه تخبیر ما نبود؟ برای گم شد دیگه. بله خب با ساعت جوش میزنم. بد جنس. نمیدونی مراد چقدر خوشحالم که باز تو رو تو این ده میبینم. یادت مراد وقتی بچه بودیم همینجا تو این مزرعه ها رو همین علف ها چقدر دنبال هردیم؟ چطور ممکنه فراموش کنم؟ این کوه و دشت و صحرا همه شاهد خاطرات ما هستن. من فکر میکردم تو هم مثل اونایی که میرن شهر یه کاری یاد میگیرن دیگه به محلت بر نمیگردی. اینجا زادگاه من، من اینجا رو دوست دارم. همیشه آرزو میکردم برم یه کاری یاد بگیرم، بیام اینجا، شاید بتونم روزی به مردم اینجا خدمت کنم و کاری براشون انجام بدم. از اینکه تا این حد با شعور و فهمیده هستی خوشحالم. مراد چیه کنی؟ چه خبر شده؟ چیه؟ مراد جان، این امیرزا چند وقت دست از سرم برمی میداره. هرچی خواستم بهت حرف نزنم دیدم نمیشه، هر روز بدتر میکنه. چی میگه؟ هر روز میگه حیف تو به این خوشگلی نیست که نامزد سفر خیکی باشی. بیا زن من یه زن پیشکار بشو، بیا ببرم از خونه پیشکار، ببین چقدر بهت خوش میگذره. خلاصه آبروی من جلو دخترای ذهن برده. بالاخره این پس فطرتو نمیذارن سرم به کار خودم باشه. نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم. خیلی خب تو برو خونه، به کسی هم حرفی نزنی. ها سلام باشون تصمیم. ببخشید که شما رو معطل کردم. بد نیست، منم اگه جای تو بودم پامو از این ده بیرون نمیذاشتم. چطور میگی؟ خودتو به اون راه نزن. پس چرا به من نگفتی نامزد به این خوشگلی و قشنگی داری؟ مقصودت گل بیس خورد و گنات. آه بسه بسه دیگه، فوری برین تقیه اسقر بردارین با خودتون بیارین اینجا تا بگم. ولی مواظب باشین هیچ کس نباید بفهمه. برین. حواسمون جمع. خب برین. خب برین. Ha 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 ha
نگفتم بچه ها دیدین حالا حرف منو قبول داری؟ من چند روز فهمیدم که زیبا عاشق شده. تو میدونی کیو دوست داره؟ لابد یه جوان پولدار مثل خودشو. از کجا معلومه؟ شاید وقتی آدم بی پول زده باشه. بچه‌ها پس یه چیزایی میدونی و به ما نمیگی. تو رو خدا بگو کیو دوست داره؟ بگم. آره بگو. آره تو رو خدا بگو. مراد دوست داره. خوش به حال زیبا خانم. چه بخت و اقبالی داره مراد. خالصه اگه حواستونو جمع کنی یا پول خوبی گیرتون میاد. خاطر جمع باشه. خیالتون راحت باشه. طوری کلکشو میکنیم که هیچ کس نفهمه. به هر کلکیت باز امرو کادو یک سره کنیم. تا حالا سرافان هر دستوری که داده ما با چونه دل انجام دادیم. نقشه هاشم که مو به مو اجرا کردیم. حالا باز خیلی منم میگن تارزان دو طبقه میکشمت به خودو میکشی بچه همون بچه بگه چی شد امیرزاد؟ این شجاهار واسه من دو برداشته. ای گنده بی با تو کشم کچل به خدا من نوکردم دروغ میگه یا عالمه منو کدک داد مردشو. ای نخواه بر این گونه دروغم کنم چه دستون کنم هر وقت بیچاره خاک بر اون سرت کنم مرشود در که به گنده کجابت داره خیال بسیده پدرت در میاره غلط میکنی خیال کرده حالی هر دو شده فردا تو جشن ده مراده بکش تو میدونه باهاش کشتی بگیر دلم میخواد استخوناش خورد کنی همچین بزنی زمین که نتونه از جاش بلند شه خیالتون تخت تخت باشه همچین جلو مردم کنفش کنم که دیگه روش نشه تو این ده بمونه باشینا مراد به این زودی دام به تله نمیده دور بازوشم که دیدی به خدا اگه رستم باشه نمیتونه حریف ما باشه هشما اینجا مدادی مقصودش چارتاییمونه دیگه خلاص سهراب خان گفته باز هیچ کس این موضوع بو نبره هیچ کس جوری کارش میکنم که آب از آب تکون نخوره فیاض رابیا بچه پدر نامرد پدر ناخوش یه نفر اونجا فهمیدم یه چرپامو رو گوش میداد بود. من بودم اگه مردی بیام بگیرم 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 شب کنین منم بهتون برشم بادا دیگه موسیقی
هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. جانم جان، اونها هشت بچه ها اگه مردی شب کن، مرد نیستم و شب نمیتونم. اگه راش میگی باشا. سفر جون شیطه در نیم این چمیه چو گلا خود دیره بسیم خود داره خوشه بیا میکنی ها؟ نه جون تو، من اومده بودم تماشا کنم، اومده بودم نامزدم رو ببینم. آره جون خودم، بگو اومدی زنها و دخترهای مردم رو تماشا بکنم. چی زنهای مردم؟ کو زنهای مردم؟ آخ زنهای مردم بیا ببینم. نکن جون من، گوشم رو بکن. های بکن گوشم رو بکن بیا اینجا. آهای مریم نزن تو رو خدا نزن چون مادر نزن. این سفر برپریده اومده بود و پشت چشچرونی بکنه یه حساب شما. آره جون مرگ مرده، اما این چشای من فقط گلی رو میدی. خب چی کارم داشتی؟ چی کاری داشتم؟ چیزه ما چی کارش داشتم؟ از من میخواستی چش در اومده؟ آره از من میخواستی مرگ مرده. توش برگونه همه تو برم نزن. میگی همینجا بخون. ده یالا ده بگی بخون بخونه. ده آره خیلی خوب بابا، من میخونی میزنه. خدایا من تا امروز دیگه همچین دلهی گیر نکرده به اون روی نوان خیلی خوب بابا، ای داد میزنه. حالا من چی کار کنم؟ من که بلد نیستم بخونم. گلی جو گلی گلی بیا بیا من بمیرم. بیا جون من، منو خیتم نکن دیگه. گلی جون قربونت برم، بیا بالا غیرتن آبروی منو بخر، میفهمی؟ با هم بخون خفه شو.
با من حرف نزن. تو رو باید بکشم. آخه چی رو بکشم؟ آره آی نزن بابا این چیره میخوری منو میزنه. تو با من میکنی؟ آره بری شکلت برم بگیم. حالا علاج تو هم که شده بازه بگیده میخونم تو دلت بزوده. خب بخون. خوشم میاد تو رو میبینم خوشم میاد واش پوری پیش چشم میاد پوری پیش چشم میاد خنده و قشقشم میاد خنده و قشقشم میاد خوشم میاد و خوشم میاد ای گل ازارم مقبولم بگو چی میگی پربش و روی کولم بگی کولتو که موز عشقت شنگولم تو حالم و لولم و لولم منم لولم منم لولم اون ابروهات کمونچست اون چشمونت بادومچست لباتو برام که قمچست سرخم مثل تروبچست نرگس جادو داری آخ که چقدر رو داری پاهای آهو داری هنگ نمکدون هستی تو هم چقدر خوب هستی مرغ بیابون هستی میگرومت میخرمت دادر بخوای میبرمت میگرمت میخرمت سفر بخوای میبرمت میگرمت میخرمت دادر بخوای میبرمت والا بخوای میبرمت بلا بخوای میبرمت سفر بخوای میبرمت در بخوای میبرامت 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 بلا بخوای میبرامت زنده باد سفر زنده باد عالی بود چی جلتم ندین آب شدم بخودو باریکلا خیلی خوب بود سفر عالی بود سفر عالی براو قابلی نداری پیشکش میخوام بازم واسه تون بخونم متشکرم نامزد شیرینی داری ها؟ شیرینی از خودتونه خانم جان خب بچه ها مزاحم نمیشم کارتونه بکنید گلی جون تو با من بیا کارت دارم خدافز خانم خدافز خدافز بچه ها خدافز داری همو بدید خب بریم بچه ها خب من خودم میرسونم لازم نکرده تا بیاد مگه گرگای اینجا یادتون رفته اگه میرزا و قلی و پیشکار وسط را رسیدن اون وقت چی؟ مثلا اونا از تو میترسن بله که از من میترسن یالا یالا زود باشین را بیفتیم بریم منم با تو میام یالا اگه نگاه چپ بهتون بکنن داغونشون میکنن بریفتی جلو یالا 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 کش 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 راستی بگو ببینم داداشو چطوره گلی جان حالش خوبه ها؟ بله خانم جان حالش خیلی خوبه دست شما را چرا دست بالا نمی کنی براش زن بگیری؟ آخه تو خواهرشی گلی جون من از خدا میخوام اما نمیدونم کیو میخواد به من که نمیگی ببینم گلی تو فکر میکنی دلش جایی بم باشه والا چی بگم دو سه روزه که خیلی تو فکر میره گفتی دو سه روزه بله خانم آخه اگه دادی تو رو دوست داره گلی جون این دیگه معلومه مشت عبدالله پیشگار دستور داده چهار تا گاو ارزون واسش فراهم کنی آمیرزا والا اون دفعه من کنیم علیکه سلام نفهمیدم کسی به تو سلام نکرد کردی میگم من به تو سلام نکردم کردی میگم نکردم برای خودت کردی وظیفت سلام کنی من آمیرزا میفهمی همه کاره این ده هر کسی هستی واسه خودتی من سلام نکردم و نخواهم کرد و نمی کنم میام تا عصبانی نشدم و کلکتو نکندم برو گم شو یالا برو بینم ده برو گم شو تو کلک منو می کنی مردنی منو نگی مشت عبدالله بده حالیش کنم حالی کنی اینو بگی ببینم یه راست میگی حالا بیا چلو ده بیا چلو نامرده روزگار ده بیا چلو دیگه مشت عبدالله اینا رو بگی ببینم برم کنه قربونه همه تو برم الهی برم بیا چلو مردی بیا چلو تو بیا چلو ایچی بله ایچی ایچی که ایچی با ایچی که بچه رو باشدادی تو چرا باشدادی برو دیگه با به من میگه چرا باشدی بچه ها ببینی من نبودم مرگ مادری من نبودم چوهر تو من نبودم مرگ تو من نبودم بگی من نمیشه Thank you.
سفر برای کشتی حاضر باش. برای کشتی خیلی خوب. الان حاضر. الان میام. چی؟ دو چین دو شی چین دو چاو چین دو. همین زرا پر تو میدون. مرین کنه بب بچنه رستم رستن اومد. الان میخوره بیاری خیالت رسیده یه جلو حالا حسابتو میرشم غلط میکنی حالا میگره این دیگه به هم نشون میدم که به من میگن آمیرجا هم به تو میگن آمیرجا شیکم شیکم الان یه سجج اکسیر دو شاخید دیدی حالا من رم کرد اگه افتاده بودم رو در الان خفه شده خیالت رسیده بگرم گردنی میگیری؟ گردنی میگیری؟ بعد وقتی میگم قول خام پس کجاست؟ سلام پیداش قربون شما ها من امروز همچی آمیرجا رو کوفیدم زمین که رب رو بهش یاد کرد پس تو چرا نمیدی کشتی؟ خیلی خوب بسه مراد هیچ فکر نمی کردم برخلاف میل من رفتار کنی پس چرا در جشن کشتیگیری حاضر نشدی؟ قربان خیلی دلم میخواست بیام ولی باور کنین که کار داشتم اگه دلت میخواست میومدی اینطور که شنیدم تو دیگه کاملا زندگی سابقتو فراموش کردی خب معلومه دیگه یه آدم شهری لابد آرش میاد این کارا رو بکنه برعکس من از اینکه با شریام کشتی بگیرم خیلی هم لذت میبرم قربان اما میدونین چون خیلی وقت کشتی نگرفتم میترسم حریف بچه های ده نشم پس ترسیدی نیومدی حق داری چون خیال نمیکنم حریف قلی بشی اون در تمام این منطقه حریف نداره یکی خودم دو دفعه گازش گرفتم اگه فرصتی شد به قلی نشون میدم که حریف داره یا نه آفرین مراد آفرین میدونستم که تو پسر شجاعی هستی میدونستم بفرمایین گوینم میدون هر سوال اخره میشه قربون شاهد باشی مرد و مردون حاضرم باش کشتی بگیرم هی جان باری کلم میخواد همینجا بهش نشون بده نه پدر اینجا که جایش دیگه گرفتن نیست اجازه بدین یه موقع دیگه کشتی بگیرم نه دخترم برعکس من هیچ بدم نمیاد اما اینطور که معلومه مراد به کلی جا زده برو این گره لعنتی رو طوری بزن زمین که مخش بتری که برو جلو نترس من هوا تو دارم نمیذارم دردت بیاد اون گره رو بزن قربونت برم برو اون کچله رو محکم بزن زمین من خیلی خوب بس دیگه بس برو دی برو جلو جون من خید نکنی برو امیدوارم منو آدم ترسویی ندونی من نمیخواستم کشتی بگیرم ولی حالا دیگه مجبورم پاشو یالا یالا
گفتم فلش کن حریف تو منم مجبورم کردی باید کشتی بگیرم اگه جرأت داری بیا جلو ده بیا جلو دیگه گفتم بیا جلو معطلش هستی پاس فترات من با مردا کشتی میگیرم من از ریخت منحوس جنابالی بدشون میاد و ازتونم نفرت دارن خب دیگه ها در ثانی آقای مراد خان قهرمان نامی کوبنده پل جگان عشق ابدی و اجلی زیبا خانوم هستن و سلام شد تمام چخان نکن قربون به حرفای نتمینو نکنی نامی نه بگو همدون دوره چردش نزدیکه بفرمایی با چشمای خیزه کنی بفرمایی بیا چرا نکنه من خوابم و تمام اینا رویاست بازم خوابی؟ نه مثل اینکه بیدارم آخه مردم خب مراد جون من دیگه میرم ممکنه پدرم دل واپس بشه کی میبینیم این؟ هر وقت بخوای میام پیشت مراد مراد من دلم میخواست همیشه تو رو مثل یه قهرمان ببینم تو نباید از جلوی سهراب خان فرار میکردی من فکر آبروی تو رو کردم آبروی من؟ نمیفهمم مراد به من چه مربوطه؟ به تو خیلی مربوطه نمیخواستم آبروی نامزدت بره نامزد من؟ کی این حرفو به تو زده؟ همه میگن آخه کی؟ تمام مردم دینو میدونن فقط من بودم که بیخبر بودم دروغه اینطور نیست من از اون متنفرم متنفر میفهمی؟ آره میفهمم مراد چرا با من اینطور رفتار میکنی؟ تو باید فهمیده باشی که من تو رو دوست دارم بابا مراد در زندگی من جز تو کسی وجود نداره دوست دارم به به آقای سهراب خان گاوه چه گلوش آیدی میرم خبر میدم سهراب خان آقای سهراب خان سهراب خان چیه؟ سهراب خان تموم شد کارت جاره بشه درست حرف نمیزنی زود حرفتو بزن جون بکن الان تو رودخونه شیبا خانم و با آقا مراد تو بغل همدیگه دیدم اینطور که شیبا خانم با آقا مراد میفرمودن از ریخت منحوس جنابالی بدشون میاد و ازتونم نفرت دارن خب دیگه ها در ثانی آقای مراد خان قهرمان نامی کوبنده پهلوان کچل یگان عشق ابدی و اجلی شیبا خانم هستن و سلام شد تمام چخان نکن قربون به حرفای نتمینو نکنی نامیرزا چقا معروفه خب از ما گفتن و از شما هم نشنیدن به قول معروف همدون دوره چردش نزدیکه بفرمایی با چشمای خودتون ملاحظه کنی بفرمایی بیا چرا ببین چه منظره قشنگی هیچ فکر میکردی بعد از چندین سال دوباره هم دیگر رو ببینی نکنه من خوابم و تمام اینا رویاست بازم خوابی؟ نه مثل اینکه بیدارم آخه مردم خب مراد جون من دیگه میرم ممکنه پدرم دل واپس بشه کی میبینیم این؟ هر وقت بخوای میام پیشه خدافز خدافز مواظب باشه قربونه ایزه میدین کلکشو بکنی بیارزه تو همش بلدی حرف بزنی تو کشتی هم میخواستی کلکشو بکنی ولی اون کلکی داره کن قربون خواهیتون دیدین که پام لیست خورد وگه نه ها بسه بسه دیگه فوری برین تقیه از خلا بردارین با خودتون بیارین اینجا تا بگم ولی مواظب باشین هیچ کس نباید بفهمه برین حواسمون جمع خب برین خب برین
فهمیدم که زیبا عاشق شده. تو میدونی کیو دوست داره؟ لابد یه جوان پولدار مثل خودشو. از کجا معلومه؟ شاید وقتی آدم بی پول زده باشه. بچینس پس یه چیزایی میدونی و به ما نمیگی. آره بگو کیو دوست داره. بگم. آره آره تو خودت بگو. مراد دوست داره. خوش به حال زیبا خانم. چه بخت و اقبالی داره مراد. خلصه اگه حواستونو جمع کنی یه پول خوبی گیرتون میاد. خاطر جمع باشه. خیالتون راحت باشه. طوری کلکشو میکنیم که هیچ کس نفهمه. به هر کلکیت باست امرو کار مرادو یکسره کنیم. تا حالا سراب خان هر دستوری که داده ما با جون دلشم که مو به مو اجرا کردیم. حالا باز خیلی مواظب باشین، مراد به این زودی دام به تله نمیده. دور بازوشم که دیدیم. به خدا اگه رستم باشی نمیتونه حریف ما باشه. هشما اینجا مدادیم. مقصودش چارتاییمونه دیگه. خلاص سهراب خان گفته واسه هیچ کس این نبره. هیچ کس جوری کارش میکنم که آب از آب تکون نخوره. پیان را بیافتیم. مگر پدر نامرد پدر ناخوش. یه نفر اونجا من میدم. بوی یه چرپامونو گوش میدم. آره بود نه اگه مردی بیم بگیرم جانه بچه خودم فلش میکنم. بایست بیدم شب کنین منم بهتون برشم. بادا دیگه باقید آباد سه تو کجا بودی که تا حالا من ندیده بودم؟ من همینجا بودم، تو کجا بودی؟ جون من کجا بودی؟ به مرگ تو من همینجا بودم، تو کجا بودی؟ ما خودمون قاپ قمر خونه ایم، نمیخواد به ما کلک بزنه. یالا در واقع سفر بده دست ما. با خوش اولم به مرگ شما، من اصلا سفر نمیشستم. سفر کیه؟ من حبیتم نکنی. حالا بهت میگم سفر کیه. ببکنم اینم یالا بچه الهی پرمار بلکن بیه بره دل همون الهی هشی جم در بزنی بلکن مرد باکو مگه نمیش کنی یالا بریم کنی آقا بزنی بزنی چه قیافه یه بزنی بزنی تو رو در میارم بری گمشی بزنیم عدوبه باید گیرش بیاییم این رو سریشه گیرش بیاری پدرشو در میاری. باید همین جا باشه. همین جا. یالا بچه‌ها از این طرفی رفتی شب کنی منم بیام. بودو جونم. بیا
بکشنه. چی؟ قرینا نقشه کشیدن میخوان تو رو بکشن. من فهمیدم، اومدم به تو خبر بدم. اونه هاشم بچه ها بیگیری نشون اونه هاشم اومدم ببینم. بیگیری نشون خوب بچه ها الان حساب بکنم خوشا برار میکنی مردی باشا. من مرد باشمانه بکنم. آخ 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 نجن شنگو بکنم. نجن بچه نشو منم نمیخواستم بجنم، من میخواستم با شما شوخی کنم. نوکره تم، من نوکره تم، نوکرم این من حقی با ندارم. من که اصلا با تو دعوا ندارم. منم دعوا ندارم. آخ چره میزنی؟ چره میزنم؟ من نوکرم، من که کاری نکردم. چره میزنی؟ من این خیالت رسیده پس بچات. من که بلند شد من رفتم. بیا جنوب برو گم شو. برم به جیب خودم خبر بدم. جیب خودم، جیب خودم، جیب خودم، جیب خودم، بادو جیب خودم. زود باش بی بیرون از آب. حالا چه وقت آبتنی جیب خودم؟ بادو زود بیا بیرون از آب. بیا جیب خودم، زیبا خانم بادا، پدرمون داری در میاد. زود باش بیا بیرون، زود باش بیا بیا. چیه؟ بیا زود باش الان میکشم. چیه؟ چه خبره ها؟ بیا دیگه بیا تا بهت بگم. بیا بیرون. چی کار داری؟ شده در میش کن بچه. میگم چی؟ وای خدا چی بود؟ چی بود؟ بای بای بگی منو بای خوب بای 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 بگی مرادو میخوام بکشن؟ آره. کی؟ سهراب خانو داره دستن. سهراب خان؟ آره. یلا وای. یلا را بیافری خدا بودو. جونم وای من نمیفهمم. پس شما اینجا چی کار میکنین؟ یه هفته است که این گلدونا رو آب ندادین. نگاه کنین، نگاه کنین، اینم وضع گلاست. تمام باغچه ها خوش شده. سلام عرض میکنم قربان. سلام سهراب خان. بله. به تمام کارا خود من باید رسیدگی کنم. هر دستوری که میدم عملی نمیشه. پس من اینجا چی کارم؟ اون وضع دهمونه. معلوم نیست تو چی کار میکنی. تمام کارا همینطور بلبشوه. آخه چرا باید اینطور بشه؟ والا قربان من زحمت خودم رو میکشم، ولی چه فایده؟ یعنی چه؟ قربان حقیقت اینه که مراد از لطف و محبت شما سوء استفاده میکنه. مراد؟ خب سهراب خان بگو ببینم مثلا چی کار میکنه؟ قربان شما نمیدونین چه آدم بدجنسی. هر روز به بهانه کارگرای ما رو کتک میزنه، مردم ده و بر علیه ما تحریک میکنه. چند وقت راه دیگه پیش گرفته که من شرمم میشه خدمتتون عرض کنم. باور بفرمایید قربان. مگه مراد چیکار کرده که شرمت بشه بگی؟ والا قربان معذرت میخوام، یه شایعاتی تو ده پیچیده که منبع اصلیش هم مراد. مثلا چی؟ قربان تو مردم ده پر شده که زیبا خانم عاشق مراده، حتی با هم رابطه دارن. رابطه؟ نه نه نه، همچین چیزی ممکن نیست، این دروغه. درسته قربان، اما بالاخره این حرفا باعث آبروریزیه. نمیتونم باور کنم سمرا. نمیتونم. از آمیزدا بپرسین، اون خبر داره. خیلی خوب صداش کن بیاد. امیرزا
امیرزاد. بله قربون. اومدم. سلام عرض. چیزی شنیدی؟ به، پس قربون خبر ندادی. تو ده چفت چه چویی؟ اگه جلوشو نگیری پاک آبرتون رفته اشمن گفتن. ملاحظه فرمودین قربان. ای پسر این نمکبر، این تلافی خوبی های من بود؟ میدونم چی کارش کنم. بیا بریم سراغ. بیا ترشو دادم جون تو. ارباب خیلی عصبانیه، خدا به دادمون برسه. خدا ما رو از شر این پیشکار لعنتی نجات بده. مراد کجاست؟ تو اون مزرعه سر تراکتوره. تراکتور تو اون سرش بخوره. بریم. بیچاره مراد، باید پیشکار یه چلکی سر این پیشکار از مراد دست بردار نیست. آره داره. بیا پایین ببینم باز دیگه چه خبر شده. سلام قربان. سلام. سلام و زهر مار. چی شده؟ چرا خجالت بکشم؟ بس کن، بس دیگه، صدا تو ببر. تقصیر منه که تو رو اینجا نگه داشتم، اون وقت در مقابل با شرف و حیثیت من بازی میکنی؟ این حرفو نزنین قربان. باید بگم، باید همه بدونن که تو نمک به حرومی. من چه نمیفهمم مقصودتون چیه؟ چرا میفهمی؟ خوبم میفهمی. اصلا بهتر گورتو گم کنی و بری. دیگه میل ندارم اینجا ببینمت. برو گم شو. بسیار خوب میرم، ولی اینو بدونین، این منم که دیگه میل ندارم اینجا بمونم. این خونه و زندگی ارزونی شما اطرافیان کثیفتون. بالاخره یه روزی میفهمین که منم. برین گمشین وایسدین چیکار کنیم؟ برین سر کارتون. قربان عصبانی نشین، برای مزاجتون خوب نیست. بفرم. چیه داداشون؟ اسبابا رو جمع کن بریم. کدوم اسبابا رو داداش؟ هرچی که داری. آخه چرا؟ باید از اینجا بریم. برای چی؟ برای اینکه رستم خان جوابمون کرده. زیبا خانوم دستم به دومن تو رو خدا، یه کاری بکن. چی کار کنم؟ برو به پدرت بگو که مراد بیگناست. ها؟ مگه چی شده؟ ارباب مراد از ده بیرون کرد. مراد از ده بیرون کرد؟ آره. برای چی؟ نمیدونم خانوم جون، دستم به دومن تو رو خدا، برو ببین اشه ارباب یه کاری بکنه. حالا مراد کجا؟ رفته اسباباشو جمع بکنه. تو برو اونجا نزد جاش نکن بخوره تا من بیام. چش قربونتون برم الهی. ده برو دیگه. چش الهی. سلام عرض کردم پدر جون. من شنیدم. بله درسته، من مرادو از این ده بیرون کردم. چرا؟ چرا؟ باید از خودت بپرسی. برای اینکه دیگه بیشتر از این نمیخوام آبرون بره. هیچ میدونی مردم ده راجب تو مراد چه حرفایی میزنن؟ دیگه آبروریزی بیشتر از این نمیشه. مردم خیلی حرفا میزنن پدر جون، به من چه ربطی داره؟ بس دیگه، اگر از اول به حرفای تو گوش نمیکردم امروز انگشت نمای مردم نمیشدم. آخه مگه چطور شده؟ نمیخوام چیزی راجب این موضوع بشنوم. فهمیدی؟ گوش کن ببین چی میگم. تو باید شوهر کنی. فکر مرادو از سرت بیرون کن. شوهر تو باید یه آدمی باشه که سرش به تنش بیارزه، ارزه و لیاقت داشته باشه. من سهراب خانو برات انتخاب کردم. تا هفته دیگه مراسم عروسی باید انجام بشه. پدر جون. همونی که گفتم، فهمیدی یا نه؟ پدر، من نمیخواستم تو روی شما وایسم، اما حالا دیگه خودتون میخواین. من هرگز زن این مرد نمیشم. مگه اینکه نشه منو تحویلش بدی. من خاطر جمعم که زیبا خانم یه کاری میکنه، ارباب راضی میکنه. اما اگه نشد چی سفر جون؟ وقت منم با اتون میام. سفر زیبا خانم اومد. سلام زیبا خانم. سلام. سلام مراد کو. ارباب بارو بیرون کردن. نراحت نباش گلی جون، همه چی درست میشه. مراد مراد اونجا.
مراد. جریان چیه؟ چی شده؟ چیزی نشده. پدرتون ما را از ده بیرون کرد. ولی تو نباید از اینجا بری. نه دیگه، بی آبرویی کافیه. یه دقیقه هم نمیمونم. مراد، به خاطر منم که شده اینجا بمون. خواهش میکنم. دیگه هرچی بین ما بود تموم شد. ما باید هم دیگر فراموش کنیم. مراد، خواهش میکنم، به خاطر عشقمون. مراد، اقلا تا فردا صبر کن. من پدرمون راضی میکنم. اون از چیزی خبر نداره. فرض کن تا فردا موندم. نتیجه چی؟ یه بی آبروی تازه. اینه میخوای؟ نه مراد، اگه نشد منم با تو میام. خواهش میکنم، من با پدرم صحبت میکنم و حتما راضیش میکنم. بسیار خوب، باشه. پس من رفتم. یادت نره لیدیا. پس من رفتم. یادت نره لیدیا. سلام قربان. مرادو ندیدی؟ الان از اون طرف. بایستا ببینم مراد. بفرمایید. میخواستم چند کلمه با حرف بزنم. دیشب زیبا حرفایی درباره تو و سهرابخان میزد، ببینم درسته؟ خودتون بهتر میدونی. شما مالک این ده هستین، منم یکی از کارگرای شما بودم. نمیفهمم آخه سهراب چه اختلافی با تو داره؟ اون با همه مخالفه. به پشتگرمی شما هر کاری دلش بخواد میکنه. خیلی خوب مراد، من باید تحقیق کنم. همونطور که دیروز تحقیق کردین. حالا فکر دیروز رو نکن، فعلا برو سر کارت. اسب یا خونه ببینم جریان چی بوده. البته اگه حق با تو باشه اون وقت من میدونم. و سهراب خان در حال از من نباید ناراحت باشی، به من حق بده، چون گفته بودن که تو زیبا با هم روابط پنهانی داری. در صورت امیدوارم از من نرنجیده باشه. فعلا برو سر کارت. بسیار خوب بود. چشم. بس اینکه کار خرابه. بالاخره این دختره کار خود چه کرد؟ خدمتی بهش بکنم که خودش حس کنه. داغشو به دل مراد میذارم. بیا فیلم تا بهت بگم چیکار باید بکنی. خیلی خوب. کار میکنی؟ ای خیلت میخواد بدونی اینجا چی کار میکنم؟ پیاده شو. نمیفهمم قلی، این چه ترس حرف زدنه؟ بی پایین تا بهت بگم چطوری احمق بیشو. زنم تو بی پایین بترم یادر نازم. این بی احترامی کردن خیلی زرن تموم شد. زنم کن بس کنم ترس بزد. بام همینطور نیستی تماشا میکنی؟ چش پیاده شدم قربان. بیا اون بیچارت شد. بگیرش بینام. فیلم کنین بیچورای احمق. هستی گفتم فیلم کنین. کجا داری منو میبری؟ جلو دستتو بکشو بینام. نمک به حروم. قولی
به خاطر این کارت بلایی سرت بیارم که تا عم داری فراموش نکنی. بیچاره بکنم. باره به خبار نداری. خب واسه من نقشه میکشی؟ تازه اول کاره. نه تنها اون دختر لوس و نانه تو رو میگیرم، بلکه تمام اموالت هم ضبط میکنه. پس فدرات، افسوس که دیر تو رو شناختم، دیر به ماهیت تو پی بردم. هیچ فکر نمیکردی یه روزی تو چنگال من بیفتی ها؟ خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. باید یه سند به تاریخ سال قبل امضا بکنی که نصف اموالتو به من بخشیدی، نصفش هم به دخترت. این آرزو رو به گور میبری تو. هنوز تموم نشده. زمنان باید اضافه کنی که بعد از مرگ تا 10 سال اختیار تمام دارایی با من باشه. توف برودیا. میفهمی؟ گفتم که این آرزو رو به گور میبری. توف. فکرت زودتر بکن مینویسی یا نه؟ مگه اینکه منو بکشی. فایلا تا زندم نمیذارم شماها اموال منو ببرین. ببرینش. خوب فکراتو بکن. تا فردا بهت مهلت میدم. وایلا اون دخترت هم به جهنم میفرستم. خیالا ببرینش. نگرش دارین تا من برگردم. چارش همین. حالا قبل از اینکه اتفاقی بیفته من باید برم به ده. با زیبا چی کار مخیبه؟ اونم فکرشو کردم. بریم قلی. با چشاتو ندیدی تو مجره چطوری تو روی ارباب باشاد؟ آره من دیدم. منم دیدم. امروز شو وقتی رستم خان رفت باش صحبت کنه جد کشتش. آخه مراد همچی آدمی نبود. برو بابا خدا پدرتو بیا آمرشه. صدای تیرو با گوشای خودم شنیدم. باید بریم به پاشگاه خبر بدین. به امنیه ها گفتیم میان تحقیق کنن. آره چند دقیقه دیگه شاندارما میان مرادو میگیرن و همه چیزو خودش اعتراف میکنه. خلاصه کلام همه جریان رو بدونیم. اگه اومدن ازتون تحقیق کنن بتونین حرف بزنین. هست آخر عمری به اسدوزیه مفتدیم. نه تشهی بود منم آشنا افتیم. تالا آدم نهیده بدبخت. بیو زیبا، بالاخره جنس خودتو نشون دادی. تو لیاقت خانواده ما رو نداشتی. تو پستی، تو آدم کشی. چی شده؟ چرا بی خودی توهین میکنی؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ خودتو به اون را نزن. تو پدر منو سربنیست کردی. چرا این کارو کردی؟ اون چه بدی به تو کرده بود؟ من پدرتو سربنیست کردم؟ چی داری میگی؟ گوش کن ببین چی. بلم کن مراد، بلم کن. به من دست نزن. مگه پدرم به تو چی کار کرده بود که این بلا به سرش آوردی؟ من که به تو گفتم حاضرم باهات فرار کنم. چی داری میگی؟ من که از حرفای تو سر در نمیارم. وقتی گرفتنت انداختنت تو زندان اون وقت سر در میاری. زیبا ایوا زیبا خانم چرا داری گریه میکنی؟ مریوچون زود فرار کن. شاندار ما اومدم. برای چی؟ من که کاری نکردم. داداشون تو رو خدا زود باش. الان میان میگیرنت. همه تقصیر افتاده گردن تو. همه جا پر شده که تو رستم خانو کشتی. زود باش. نه سفر نه، من اونو نکشتم. فرارم نمی کنم. بالاخره حقیقت معلوم میشه. آخه تا بیاد حقیقت معلوم بشه تو ثابت کنی که بیگناهی کار از کار گذشته. چی داری میگی؟ تو رو خدا فرار کن. برم تو همینجا باش تا من بیام. بودو خدایا اونو حفظش کن. بیا یارو، بیا یه اشمان واسه دوزیدم. تو الان قاتل بودی، حالا دوزم شدی. بعد داری یه جا قایم شی. برو پشت اون تپه ها تو آسیا، فهمیدی؟ تو اون قاره قایم شو، فهمیدی؟ یالا باید بگیرم خدا بزنه من چی کار کنم. فهمیدم، باید برم سراغ دختره. میترسم دختره از تنهایی از دوری من دقمت بشه. اصلا معلوم نیست ما تو این خونه چی کاریم. هی میفرشن این وان وان گوشم. چی شد امیرزا؟ حرفی نزد؟ نه قربون، فقط عشبانیه میگه میخواد تنها باشه، هیچ کشم سراغش نری. بسیار خوب، شما ها مواظب باشین، من خودم باهاش صحبت. چش قربون، بیاین تو. سلام زیبا خانم. مگه نگفته بودم مزاحم من نشی؟ تنهام بذاری. فکر میکردم یه همچین موقعی لازم باشه سری بهتون بزنم.
شاید احتیاج به چیزی داشته باشی. من به چیزی احتیاج ندارم. گفتم تنهام بذاری. بفرمایید بیرون. حالا چرا عصبانی میشی عزیزم؟ فکر میکنم حق داشته باشم یه همچین موقعی از نامزد عزیزم مواظبت کنم. مواظب حرف زدنت باش سهراب خان. ببین عزیزم، تو نباید از من فرار کنی. بالاخره که من و تو باید با هم ازدواج کنیم. بی شرف پس فطرت، خجالت بکشم. هیچ بهت نمیاد. دلم کن بیشور. جلو میگم، جلو نه، داد میزنم. بیا جلو بچه. دلم کن، دلم کن. از من چی میخوای مردی که بیا برو؟ دلم کن. بفرمین، خواهش میکنم. پس چرا نمیدی؟ خب حالا که دیدی راه فرار نداری، حاضری مثل یه بچه خوب به حرفام گوش کنی؟ نه خیر گربه یه بخش، اینقدر از خود راضی نباش. بیا جلو، نترس. بیا، تو بالاخره باید خود من باشی. الان میکشمت. با همین کاردون فکرهای کثیفو از اون مغز گندیدت بیرون میکشم. منو میخوای بکشی؟ پس خوب گوش کن. هم تو همون پدر احمده تو چنگ منی. اگه یک کلمه حرف بزنی یا هر چی میگم نشنوی، دستور میدم پدرتو بیارن همینجا جلوی چشمات ریز ریز کنن. فهمیدی چی گفتم؟ توف به تو. پس پدر من زنده است. همه این چیزا زیر سر تو پس فطرته. آلی برا قربان، بلم کن. بی شرفو، بلم کنی. این پدر رو ببین همون جایی که گفتم. باش دونو، بلم کنی. بلم کارون باش دونو. خوب فکراتو بکن. اگه تا فردا حاضر نشی با من عروسی کنی، دیگه هیچ وقت رنگ پدرت نمیبینی. تو این آرزو رو به زور میبری. بلم کن. سهراب خان اطمینونی بهش نیست، میفهمی؟ کی شد؟ این چه صدایی بود؟ اون چیه دست پاشو بستن دارم میبرم؟ ای سب کن بینم شابیان، دیان دیدی گفتم یه کلکی تو کارشون هست؟ اونها زیبا خانومو بستن. چرا دست پاش بستن و بودن اینجا؟ لابد لابد اونم سر از کار سهراب خان در آورده. سفر، میخوایی برم محالی دهو خبر کنم؟ نه، شاید کار خرابتر بشه. تو به تاخ برو سراغ مراد، تمام جریان بهش بگو. منم همینجا مواظبم تا بلایی سرش نیارن. برو جونم، زود باش. برو از اون ور بری که نبینن تا. برو. خیلی خوب. حالا من این هیکل گنده رو چجوری قایمش کنم؟ زیبا خانم، اینجا خونه خودت هم راحت تره. آره. ای فرمایشی داشتین نوکرتون اون پشت مدت بره. فهمیدین؟ یالا بریم، بیا بریم بابا. حالتون چطوره زیبا خانم؟ با این قیافه زیبا تر شدی ها. Thank you.
چی شده؟ برو زیبا رو دوزیدن بستنش بردن اونجا. اونو نگاه کن اونجا رو میگن تو اتاق عقبی دوروبر اونجا رو هم گرفتن نمیشه نزدیکشون. بذار ببینم یه راهی پیدا میکنم. چه راهی بابا؟ مگه اون قول بیابونی ها رو نمیبینی چند نفره؟ دوزشون میخوای یه کار کنم اونجا خلوت بشه. تو؟ صبر کن ببینم چی کار میخوام بکنی. شما هم مواظب باشین هر وقت اون جلو خلوت چه شروع کنی. خیلی خوب برو. این جویس کلر رو ببین به ما چیز یاد میده. برو بریم. در یک اثر جنجالی و پرماجرا رضاتون همینه. دو مرد خشن. بله متاسفانه اون تو راه بدی افتاده. مادر بیچاره زهرا خانم زن بدبختیه. مراد یه خونه شیک برای مادرش خریده، حیات بزرگ، کلفت و نوکر و آشپز. چند وقت پیشم فرستادش مکه. اینان هر یک قادرند آرامش را از یک شهر دور سازند و حوادث بیشمار به وجود آورند. خیلی متاسفم خانم، من تابع دستورات رئیس کمان هستم، هر کاری ایشون بگم میکنم. اما من به خدا هیچی ندوزدیدم. موج جدال مردمی دست از جان شسته. این است دو مرد خشن. بر انسان روی کارهای خلاف خود سرپوش میگذارند. داستان این فیلم پرده از روز این قاچاقچیان برمیدارند. ما اونو میکشیم. ما همه آدمیم، آدم هم بلدن حرف بزنن. کسافت به خاطر یه عشق احمقان ما رو انداخته تو اشکار. تو باید اعتراف کنی، باید همه چی رو روی کاغذ بنویسی امضا کنی. ولی من کاری نکردم. باور تو روح میگی. دو مرد خشن، دو مرد، یکی مرد قانون و دیگری خطاخوار در جدال با یک دگر. این اسلحه یه پدرته. وقتی مرد اونو به عنوان امانت داد به من، از این اسلحه مثل ناموسم محافظت کردم در تمام مدت. مرد جاودان سینما ایران، مرد پر آوازه شهر، اکنون در شاه نقش سینماییش ناصر ملک‌بتی در کنارش هنرپیشه جهان و نامدار سینمای ترکیه قدیر و ستاره زیبا و دلربا پری سوش. یکی از این مردان خشن و اسیانگر به اصول قانون معتقد باشند و همواره انسانیت و مردمی را در نظر داشته باشد. آنان می توانند کنار هم و با هم باشند. دو مرد خشن. در پشت هر دیوار خطر در کمین است و مردان کینه توز و بی‌ترحم آماده هر خشونتی. پس معطل چی هستی؟ کارات تموم کن مرد. من منتظر اون روزم رو، روزی که تو رو کنار خودم ببینم برای آزادی دقیقه شماره میکنم. من کشتم. این دروغه. در چنین هنگامه مرگباری چه کسی برنده است؟ مردان قانون یا آنان که همه قوانین انسانی را به تمسخر گرفتند؟ اینانند هنرپیشگان بین المللی ناصر ملک‌بتی، قدیر و پری سوش. و این است هدیه جمشید شیبانی و سازمان سینمایی تصاویر. دو مرد خشن. تکامل روزافزون سینمای ملی ما امکان به وجود آمدن فیلمی مستقل را فراهم آورد که از نخستین روزهای فیلم برداری نظر روشنفکران و مطبوعات کشور را به سوی خود جلب کرد. فیلمی که به ظاهر نمی پردازد، فیلمی که شیفته شکل نیست و نمی خواهد تنقل باشد. مردان سحر. Go! Bah! Man, the
افسانه ایست از حماسه سرای بزرگ فردوسی که در جامعه مردمان کنونی از نو سروده می شود و غمنامه رستم و اسفندیار دوباره روی می دهد. با این گمان که رستم و اسفندیارها هنوز بین مردمان ما زندگی می کنند. دست گردار مرشد، علی زمین رو از هرچی نامرد پاک کنه. اسم نامرد رو نیار، خوب نیست امروز اسم نامرد برده بشه. کی؟ آخه نامرد کیه؟ تو اول به من قول بده، به من بگو که این کارو میکنی بعد. خیر خود، هر کی به خانواده ما حرفی زده باشه لهش میکنم. و این طرح کلی داستان است، داستان مردانی که در پی خواستهای متفاوت در برابر یکدیگر نیستن، مردانی که عشق میبزن، سرخوشن، دل شکستن، می جنگن، شکست می خورند و پیروز می شوند. مردان سحر. فکرشم چی شده از خر؟ جهان، جهان برگشته. جهان رضا بیچ ایماندردی، ایفاگر نقش جهان. روشتر موتم فعلا بود، عیدت مبارک. او محبوب بود، زود باور و ساده دل بود و عاشق. من خیلی خوشحالم که تو هستی. بعد مردن مادرم حوصله‌ام نمیومد بیام خونه، اما حالا دلم نمیاد برم بیرون. و این همه اونا به کوچه و خیابان کشان تا به سوی سرنوشتی محتوم پیش براند، زندگی را در روشنایی باور و پندارون بکنند. من اونو میکشم با اس رو پام بیفته جلو همه. تو اشتباه میکنی جهان، تو از هیچی خبر نداری. پوری بنایی شخصیت میهن را زنده میکنند. میهن زیبا بود، جوان بود و در پی عشق، اما در گیرودار ستیزی نابخردانه از زیبایی جوانیش کاری ساخته نبود. جهان چرا این کاری کرد؟ چرا؟ گلی بود نبویده، نسیمی زود گذر و آگاهی ترسیده این مادران. من؟ این شما هستین که میترسین. شما دستی دستی اونو فرستادین تو آتیش، شما میخواین اون سر به نیست بشه. برو خونت بگیر بخواب جوان، الان زخم تو خونت داره شلوغ میکنه. حبیب الله بلور در نقش پهلوان قطب دیگر این ماجرا را میسازد. اوست که در بین جماعت ساخته میشود تا زبان آنها باشد. آدم فقط واسه چیزی میتونه قول بده که به خودش مربوطه. این موضوع به من ربطی نداره. من حرفی رو زدم که همه اهل محل میخواستن بزنن. من فقط کاری یه زبون رو کردم. مردان سحر به بررسی یک موقعیت میپردازد، موقعیتی که از افسانه های شاهنامه تا واقعیت زندگی امروز راه درازی آمده است و همواره آیینه دار نفرت، دوستی، سرخوشی، عشق، کینه، خودخواهی و آزمندی انسانی است که از غروب تاریخ به سحرگاه آینده می نگرد. مردان سحر، جلوه‌گاه هنر بازیگری رضا بیک ایماندردی، پوری بنایی، حبیب الله بلور، ایران دفتری، عزت الله مقبلی، ابراهیم نادری و قدکچیان. مردان سحر، مردان سحر کنجکاوی صمیمانه است در قلمرو نیازها و خواستهای همیشگی انسان. مردان سحر، فیلمی از اسماعیل نوری علا، محصول سازمان سینمایی شورک. مردان سحر و حلقه گفته ایران باز میاد. موضوعی پیچیده و بغرند که میتواند نقطه تحولی در راه ایجاد آثار نوین سینمایی باشد و بران قصاص نام نهادم. قصاص نامی بر پایان یک حادثه. قصاص خونبهاست و در قصاص زندگی است. لایا قاسم دین و لیمون سرسه، از حساب و کتاب آخرت نمیترسه. دست کم بذار از آدم های این دنیای خورده بترسه. بذار خیال کنه هر بلایی سر هر کی بیاره همون بلا سرش میاد. یادم میاد
شد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستم. موزه قدم در راه زندگی نهاد است. بابا پدری خسته و اسیر اعتیادی خانمان برانداز. پیر مرد غیرتت کن، مهر و محبت پدریت کن. یا کریم همون از که بگیم ترخکی آجده ایگه گرگونی دشتی مردی حوسباز و کامجو که به خاطر برآوردن امیال شیطانی خود فاجعه قصاص را به وجود آورد. ولش کن. و این مرد با تمامی آنچه که کرمه مرد را زیبنده وجود او میکرد و دست تقدیر او را در مسیر زندگی آنان قرار داد. میگم جونم یا خدا پشیمون نشی. یک برخورد ساده دلهای در جستجوی محبت را به هم پیوند داد. در حضور این بزرگوار میگم تا حالا پاکم، بعد از اینم برات پاک میمونم. عشقی که با امید به آینده و لذت تن همراه بود و همچنان که این عشق به سوی تکامل میرفت داستان قصاص نیز جان میگرفت. اون دختر پاک و نجیبیه. آره اما تو ناجیبش میکنه. مواظب حرف دهانت باش، چه در تحمل تو بکنم. این خواهد اینم نشون. آیا کمار اگه باد به گوش زنت برسونه که تو من و تو با هم نون و نمت خوردیم. من تو یه گود با هم چرخیدیم، تو عیش و عذاب با هم دیگه بودیم. واسه مخه چاقو دسته خوش نیباره. اگه باره چی؟ اون وقتی که باز به حال این دنیا خون گریه کرد. پس گریه کن. اگر در نهود اینان ذره ای از خورشید گذشت تابیده بود، هرگز حادثه قصاص به وجود نمی‌آمد. مرد نونش بیاد کاربون سرا، خودش بره حرم سرا. اگر لحظه های به ظاهر بی اهمیت در غفلت و بیخبری سپری نشده بود، به جای قصاص زندگی در مسیر حوادث شیرین و مطبوع می‌افتاد. خونو با خون پاک میکنن، بزنی میزنن، بکشی میکشنه، اما لکه ننگو چجوری باز پاک کرد؟ چی میخوای بگی مرد؟ هیچی، برو به لعیا بگو خودش بیاد بچه‌شو بگیر. و بالاخره هر قدر غیر قابل تصور و ناممکن، قصاص حادثه ایست که به وقوع پیوست و ناصر ملک مطیعی هنرمند توانای سینما عامل این قصاص بود. آره توبا، اون که تو رو نکشته بود تا من بکشمش، اون تو رو لکه دار کرد، زجر داد، من رو بیابرو کرد. حسابشه باید همین بلا رو به سرش بیاد. توبه بنایی زن نگران این حادثه شوی. خجالت بکش زن، یعنی بچت واسه تو بالاتر از نجابتته؟ بچه من برای من بالاتر از دنیا. دوگوش مهنت کشیده، منتظر و دلباخته. قصاص با شرکت فیروزه، علی محمد رجایی، اشراق آراسته و سرکوب. به خداوندی خدا اگه یه دفعه دیگه زیر علم مظفر سینه بزنی میفرستم از سینه گورستون. قصاص یک تصفیه حساب منصفانه است. قصاص شکل جدیدی است از گناه و کیفر. قصاص نامی است بر ساخته جدید نظام فاطمی. محصول حسام فیلم. پیشرو شد که اسمان آقا برای علی پاره توضیحات درباره پسرش منصور ریزه به مدرسه دعوت شد. اسمان آقا اگه وقت دارین چند دقیقه وقتتون رو به من بدین. چوب خواب زیاده. و نتیجه این شد که ملاحظه می فرمایید. مرگ من؟ خیلت نامر خانم راست می کنه؟ بابا راست می کنه؟ بایستا که همین از این کمربند سیاه و کبوده تو کنم. این حرف ها به تو نایمده، درست تو بخون. داغ خونه صورت تو پاک کن، همه دفتر و کتابامو خونه کرد. نامر سرسفت ببرون نفس تو. پسر تو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. خانه
خانم معلم فهمید آب از سرچشمه گلالوده. تا اسمال آقا اسلام نشه امیدی به نجات منصور ریزه نیست که نیست. اسمال آقا یه دل نه بلکه صد دل عاشق بیقرار آبجی معلم شد. زبونتو گاز بگیر مادر. خاطر خواه شدی. اگه زبونت نگه چشات داره هوار میکشه. به مولا و علی کافر هر کی که بخواد اسمشو عوضی قسم بخوره. از این ساعت توبه توبه به اگه چونم بره سر قولم هستم که هستم. قول داد سر به راه بشه و دیگه دنبال شهر نگرده. عوض شب زنده داری توی کافه ها و پرسه زدن توی خیابونا درس بخونه و مثل آقاها زندگی. یا یا سعی کن تعادلتو حفظ کن. دارم حفظ میکنم ولی یادم نمیمون. گوشتو با کن از من میشنفی دیگه این ورا پیداد نشه. تو ولگرد بی سر و پا. اما مگه مردم میذارن آدم سرش طولا که خودش باشه و کار به کار کسی نداشته باشه؟ بالاخره اسمال آقا عهدشو شکست و قول و قرارا رو زیر پا گذاشت و فاجعه شروع شد. اسمال آقا تو برای این لباسه رو سرد کردی؟ این لباسه خودم این تیتی شبانی ها مال خودته. صد دفعه گفتم پیغمبر ما میگه آدم ها یکی هم موسا میگه یکی هم عیسی میگه یکی هم اما عموی تو خیلی رو ثابت کن. زن فیلمی برای نمایش عاطفه و احساسات عالیه انسانی. داستانی است از امید. زن فیلمی است از آرزوها و قصه ای از عشق. با درخشش چشمگیر اجتماعی از محبوبترین چهره های سینمای ایران. بهمن مفید، سفیده، شهرام، فریده بیات، نادره، نادیا و جلال و همچنین دو چهره محبوب تلویزیونی عباس حکمت‌آرا و لیدا. زن کارگردان ایرانی، تهیه کننده علی مرتضوی. زن در دنیای پرشکوه و جلال این مرد جوان، در دنیای پر امید و آرزوی این زن زیبا، همه چیز حاکی از آغاز یک سرور، یک شادمانی، یک زندگی مشترک و یک پیوند ابدی. آنچه در فکر و خیال مرد می‌گذشت بر ضمیر زن نوشته بود و آنچه که به قلب و روح این زن جوان شادی و امید می‌بخشید زندگی در جوار این مرد بود. در چشم‌هایشان نور عشق و دلدادگی بود و قلب‌هایشان آرزومند وصال. با نوای دلنگیز در یک زمان سرود عشق و امید سر دادند و قلب‌هایشان با یکتنین سرود زندگی. زندگی من توی سایی، این چه حرفی میزنی؟ من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. و در این سوستان خشم شاید قلب